سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید شاد و خرم باشید. در این ویدیو یک داستان تأمل برانگیز از مثنوی معنوی رو میبینید. در این داستان حضرت موسی سؤالی رو از خداوند میپرسد که ممکن است سؤال خیلی از ماها باشد. پس برای شنیدن این داستان تا پایان ویدیو من رو از کانال کلکین در یوتیوب همراهی کنید. داستان موسی و کاشت گندم، داستانی تأمل برانگیز از مثنوی معنوی مولانا. روزی از روزها حضرت موسی علیه السلام از خداوند پرسید: خداوندا، حکمت این کار تو چیست که این همه موجودات زیبا و جذاب از نر و ماده را می آفرینی و سپس جان آنها را می گیری؟ تو که این موجودات را می آفرینی، چرا دوباره آنها را نابود می کنی؟ از سوی خداوند به موسی علیه السلام وحی آمد که ای موسی، می دانم که این سوالات تو از روی انکار و غفلت نیست و اگر این چنین می بود تو را ادب می کردم. بر من معلوم است که این پرسش را از آن روی می کنی که سر حیات را دریابی و مردمان را آگاه سازی. پس بفرمودش خدا: ای زولباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. پس خداوند به موسی علیه السلام فرمود: ای خردمند، چون سؤالی کردی اینک بیا و جواب آن را بشنو. ای موسی، برو و بذری را در زمین بکار تا حکمت آفرینش ما بر تو معلوم شود. موسی هم همین کار رو کرد و دانه ها را در زمین کاشت. بعد از مدتی دانه ها جوانه زدند و از آن دانه ها خوشه هایی سرزنده و زیبا روییدند. چندی نگذشت که کشتزاری به غایت زیبا پدید آمد. زمان درو فرا رسید. موسی داسی برداشت تا خوشه ها را درو کند. در همین حال ندایی از سوی غیب به گوش موسی رسید که چرا کشتی کنی و پروری؟ چون کمالی یافت آن را می بری. خداوند فرمود: ای موسی، چه می کنی؟ چرا دانه ها را می کاری و پرورش می دهی و وقتی به کمال رسید آنها را درو می کنی؟ موسی جواب داد: پروردگارا، از آن رو خوشه ها را درو می کنم که در این کشتزار هم دانه هست و هم کاه. عقل به من میگوید اگر گندم در انبار کاه بماند فاسد می شود و اگر کاه هم در جوار گندم باشد از بین می رود. عاقلانه نیست که گندم و کاه در هم آمیخته شوند. باید که جدا شوند. حق تعالی به موسی فرمود: ای موسی، این دانش را از چه کسی آموخته ای که به وسیله آن این چنین خرمنی را پدید آورده ای؟ موسی پاسخ داد: خداوندا، این قدرت تشخیص را تو به من عطا کرده ای. پس خداوند در جواب حضرت موسی علیه السلام فرمود: پس چگونه است که قدرت تشخیص را من به تو داده باشم و خود من قدرت تشخیص نداشته باشم و ندانم که کی محصول خود را درو کنم؟ در میان مخلوقات من هم روح‌های پاک هست و هم روح‌های گلالود. گرچه آدمیان شبیه همند، اما درون یکی مانند مروارید است و درون یکی سنگ سیاه. همان گونه که گندم از کاه باید جدا شود، باید نیکان را از بدان جدا کرد تا هر کسی به نتیجه عمل خود برسد.